چیساتو و مایی رو شخصیت های اصلی فیلم دوتا قاتل دبیرستانی هستند که باید توی خونه کنار هم زندگی کنن و کنار شغل آدم کشی یه کار پاره وقت هم گیر بیارن. سلام، به ریویو وید خوش اومدید. این قسمت میخوام فیلم ژاپنی بچه قاتل ها که سال 2021 و 2023 منتشر شد رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد. شخصیت های اصلی فیلم یعنی این دوتا خانم جوون به زودی فارغ التحصیل میشن، ولی قبل از این قضیه قراره وارد چالش جدیدی از طرف سازمانی که براش کار میکنن بشن. اونا به دستور سازمان موظفن که مدتی رو کنار هم توی خونه مشترک زندگی کنن. حالا باید اختلافاشون رو کنار بذارن تا میون ماموریت ها بهشون سخت نگذره. از طرف دیگه اونا باید یه شغل پاره وقت هم کنار شغل آدمکشی گیر بیارن تا هم به عنوان پوشش ازش استفاده کنن و هم یه پولی در بیارن. چیساتو که دختر اجتماعی تر از هم اتاقی جدیدشه سعی داره هر طوری شده یه شغل مناسب رو به دست بیاره، ولی این کار برای اونقدر ها که فکرشو میکرد آسون نیست. ماجرا جلو میره، اونا توی رستوران ژاپنی به عنوان گارسون مشغول شدن تا اینکه پای یکی از گنگستره خطرناک شهر به اون رستوران باز میشه. این خلافکاری که الگونده همراه پسرش به اون رستوران اومده و بعد از درگیری با گارسون ها چیساتو خودش و پسرش رو میکشه. حالا اونا باید به غیر از دست و پنجه نرم کردن با شغل پاره وقت با دختر این مرد خلافکار هم مبارزه کنن. اینجا قسمت اول این فیلم تموم میشه. حالا میریم سراغ قسمت دوم از فیلم بچه قاتل ها. فقط قبلش لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تو شروع قسمت دوم با دوتا پسر جوون به اسمهای یوری و ماکاتو آشنا میشیم. اونا هم دوتا آدم کشن که سعی دارن ماموریت هاشون رو بدون مشکل پشت سر بذارن، ولی بالادستی براشون خبرهای خوبی نداره. اونا درگیر مسائل اقتصادی شدن و میخوان هر طوری شده تبدیل به آدم کشهای تمام وقت برای سازمان بشن، تا اینکه با یه پیشنهاد از طرف کارگزارشون وارد چالش جدید و خطرناکی میشن. اونا میخوان دوتا آدم کش تمام وقت رو سربنیز کنن و به جای اونا آدم بکشن. اینطوری سرنوشت این دوتا پسر جوان رو جلوی راه چیساتو و ماهی رو قرار میده. اونا دیگه بعد از چند سال به هم عادت کردن و حالا دیگه با میل و خواسته خودشون توی خونه کنار هم زندگی میکنن. توی یکی از ماموریت‌ها وقتی برای واریز یکی از قسطهای عقب افتادهشون به بانک رفته بودن، سارقا به بانک حمله کردن. این دوتا دختر نوجوان هم باهاشون درگیر شدن و اونا رو نقش زمین کردن تا اینطوری شاید زودتر قبض عقب افتادهشون با کمک کارمندهای بانک پرداخت بشه. ماجرا جلو میره، چیساتو و ماهی رو بالاخره با یوری و ماکاتو ملاقات میکنن. پسرها اونا رو دنبال میکنن تا توی فرصت مناسب کلکشون رو بکنن، ولی دخترهای آدمکش زرنگ تر از اونان. چیساتو و ماهی رو به آدمکشهای آماتور حمله میکنن و برای جمع کردن این شریعت به سازمان خبر میدن، ولی پسرهای آدمکش قبل از شناسایی از طرف سازمان بهوش میان و فرار میکنن. حالا مبارزه اصلی این دوتا گروه آدمکش شروع میشه و باید ببینیم کدومشون موفق میشه توی این مبارزه زنده بمونه. قسمت اول بچه قاتل ها سال 2021 منتشر شد و تونست امتیاز 6.4 رو ثبت کنه و قسمت دوم هم سال 2023 به نمایش در اومد و امتیاز 6.5 سایت IMDb رو گرفت. اگه این سبک ویدیوها رو دوست دارید، ممنون میشم لایک کردن ویدیو، ساب کردن کانال و فعال کردن زنگوله کانالش یادتون نره. خیلی زود برمیگردم با معرفی چند تا فیلم دیگه که شما تو کامنت ها بهم پیشنهاد بدید.